the prime minister and japan have a very good relationship with iran. so we'll see what happens. Uh, the prime minister has already spoken to me about that. and i do believe that iran would like to talk. and if they'd like to talk, we'd like to talk also. we'll see what happens. but i know for a fact that the uh, prime minister is very close with the leadership of iran. and we'll see what happens. that would be fine. Uh, nobody wants to see terrible things happen. Me. به گزارش CNN، دانالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز در کنفرانس خبری مشترک در توکیو با آب شینزو نخست وزیر ژاپن از تمایل وی برای میانجیگری بین ایران و آمریکا جهت کاهش تنشها در منطقه حمایت کرد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران گفت میدانم که آقای نخست وزیر و کشور ژاپن روابط بسیار خوبی با رهبران ایران دارند پس منتظر میمانیم تا ببینیم چه اتفاقی میافتد وی درباره سفر احتمالی نخست وزیر ژاپن به ایران نیز گفت آقای نخست وزیر درباره آن با من صحبت کرده و من معتقدم که ایران نیز میخواهد صحبت کند اگر آنها بخواهند صحبت کنند ما نیز خواستار گفتگو هستیم خواهیم دید که چه می شود کسی نمی خواهد شاهد وقوع اتفاقات بد باشد مخصوصا من در بخش دیگری از این مصاحبه خبری رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به سوالی گفت واقعا اعتقاد دارم که ایران میخواهد یک توافق جدید انجام دهد به نظر من این از زیرکی آنهاست همچنین معتقدم که حصول آن توافق ممکن است ترامپ گفت پیش از به دست گرفتن ریاست جمهوری ایران یک کشور تروریست بود اما ببینید از زمانی که توافق هسته ای ایران را نابود کردم چه اتفاقی افتاده است اکنون ایران در حال عقب نشینی از منطقه است زیرا آنها در پی تحریم های گسترده مشکلات اقتصادی جدی دارند بی افزود البته من اصلا به دنبال صدم زدن به ایران نیستم فقط میخواهم بشنوم که ایران به سلاح اتمی نبگوید به اندازه کافی در جهان به خاطر تسلیحات اتمی مشکل داریم پس ایران نباید سلاح اتمی داشته باشد به نظر ما میتوانیم به توافق برسیم رئیس جمهوری آمریکا ضمن اشاره به پتانسیال اقتصادی ایران گفت به دنبال این هستم که به ایران اجازه دهم به عرصه بین‌المللی بازگردد من ایرانی های زیادی را می شناسم آنها افراد بسیار بزرگی هستند ایران شانس این را دارد که به یک کشور بزرگ تبدیل شود ترامپ با تاکید بر اینکه دولت وی به دنبال تغییر نظام ایران نیست گفت البته با همین حکومتی که دارند ما به دنبال تغییر حکومت ایران نیستیم نخست وزیر ژاپن نیز در پاسخ به سوال مشابهی درباره موضع رئیس جمهوری آمریکا درباره توافق هسته ای و تنش اخیر این کشور با ایران گفت ما موضع خود را درباره برجام اعلام کرده ایم صلح و ثبات در غرب آسیا برای ژاپن آمریکا و تمام جهان مهم است هر کاری که ژاپن بتواند برای ارتقای صلح و ثبات در منطقه انجام دهد دریغ نمی کنیم. همکاری نزدیکی با آمریکا خواهیم داشت تا تنشهای حول ایران را کاهش دهیم این تنشها نباید به درگیری نظامی ختم شود تمایل نخست وزیر ژاپن برای سفر به تهران پس از آن اعلام شده که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با مقامات ژاپنی دیدار و درباره لزوم کاهش تنشها در منطقه رایزنی کرده بود ترامپ در این کنفرانس خبری سعی کرد لحن خود در مورد ایران را محترمانه تر کند و به نظر می رسد در صورتی که نخست وزیر ژاپن به ایران سفر کند امکان آغاز گفتگوهایی به میانجیگری ژاپن که روابط نزدیکی با دولت ترامپ دارد و نیز روابط خوبی با تهران دارند عملی شود ترامپ نیز در مواجهه با چالش های خود در ونزوئلا و جنگ تجاری با چین و کره شمالی میداند کلید زدن یک منازعه نظامی با ایران مشکلات پیچیده تری را فراهم می سازد. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران که سفر منطقیش را از عمان آغاز کرد در دیدارش با یوسف بن علوی بن عبدالله وزیر مسئول در امور خارجه عمان با رد هرگونه گفتگوی مستقیم یا غیر مستقیم با آمریکا گفت جمهوری اسلامی ایران برای برقراری روابطی متوازن و سازنده با تمامی کشورهای منطقه خلیج فارس بر اساس احترام و منافع متقابل آمادگی دارد. وی در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت بعد از سفر به عمان به کویت و قطر خواهد رفت و هیچ گفتگوی مستقیم یا غیر مستقیمی با آمریکا نخواهند داشت. جمهوری اسلامی بعد از بحران خروج آمریکا اکنون متوجه اهمیت روابط متوازن با همسایگان عرب خود شده است. بی توجهی به این موضوع سبب قطع رابطه با عربستان سعودی شد که تبعات زیادی برای ایران به همراه داشت. علاوه بر این علا رغم سخنان عراقچی مشخص است که ایران در حال مقدم چینی برای گفتگوهای احتمالی با دولت ترامپ می باشد و معلوم نیست که این تکذیب ها با چه هدفی صورت می گیرد. های ایران و آمریکا نسبت به هم همچنان ادامه دارد. در حالی که دانالد ترامپ بیش از هزار نیروی جدید به خلیج فارس فرستاده است و نگرانی های نظامی و امنیتی در منطقه را افزایش داده است سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته است آمریکایی‌ها در حال حاضر در ضعیفترین زمان در طول تاریخ حضور خود در غرب آسیا هستند وی البته توضیحی در این باره نداده است که منظور او از ضعیف بودن ضعف بنیه نظامی آمریکاست یا اینکه منظور او این است که تاکنون حضور نیروی نظامی آمریکا در منطقه تا این حد کمرنگ نبوده است وی بی با بیان این موضوع که از سال 1983 تا کنون در حال حاضر کمترین میزان ناو را در خلیج فارس دارند اظهار داشته است ناو هواپیمابر آمریکا به واسطه یه ترس در اقیانوس هند متوقف شده و وارد خلیج فارس نشده است. فدوی در عین حال با استناد به قرآن مذاکره با آمریکا را بی سمر است. وی همچنین با اشاره به نقش ایران در سوریه برای حفظ دولت اسد با بیان این موضوع که رئیس جمهوری آمریکا گفته است هدف آمریکا از بین رفتن دولت بر سرکار سوریه است اظهار داشت تمام دنیا در سوریه در برابر جبهه مقاومت با هم متحد بودند اما دولت سوریه به علت مخالفت جمهوری اسلامی همچنان در رأس قدرت است به همچنین فعالیت های آمریکا برای طراحی و برنامه ریزی عملیات جنگ روانی را اقدامی شیطانی دانست و با اشاره به کشته و شهید شدن زنان و کودکان در اثر بمباران پهبات های آمریکایی فرماندهی مرکزی مستقر آمریکا را تروریست نامید. فدوی در حالی از حضور جمهوری اسلامی در سوریه برای حفظ دولت اسد حمایت می کند که مقام های جمهوری اسلامی همواره با تکذیب نقش سریح جمهوری اسلامی در حفظ دولت اسد تاکید کردند حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه حضور مستشاری است و بنا به دعوت و درخواست دولت اسد صورت پذیرفته است فدوی در حالی به نقش سریح جمهوری اسلامی در سوریه برای حفظ دولت اسد اشاره می کند که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر حد تل امکان تلاش کرده است آن را پنهان نگه دارد و حداقل در فضای عمومی رسانه تلاش کرده تا کمتر اظهارات سریحی در این خصوص بر زبان بیاورد. در این حال رجسخانی نظامی علیه آمریکا معلوم نیست بر چه مبنایی صورت میگیرد زیرا در عمل همواره ایران سعی کرده محتاطانه عمل کند صالحی امیری از افراد حلقه نزدیک به حسن روحانی و وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر کنونی کمیته المپیک ایران در گفتگویی با روزنامه آرمان امروز به برخی نقاط ضعف و قوت دولت روحانی پرداخت. بی گفت علت به وجود آمدن وضعیت موجود عملکرد دولت نیست بلکه مجموعه عواملی است که شرایط را سخت کرده است. همین دولت در دوره اول عمل کرده موفقی داشت و در زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و بین المللی کارنامه قابل قبولی از خود ارائه کرد. تغییر شرایط باعث افول سرمایه اجتماعی دولت شد. ما نمی دولت را مسبب اصلی شرایط موجود قلم داد کنیم. او میگوید دولت آقای روحانی نیز تحت تاثیر این چالش های ساختاری قرار گرفته است و ما نیازمند یک نوع بازنگری ساختاری هستیم. او میگوید در کنار چالش ساختاری که ما با آن مواجه هستیم چالش سیاسی نیز وجود دارد و جریان های سیاسی در ایران در رقابت و کشمکش دائمی قرار دارند و همواره در حال تنش هستند و پس از برگزاری انتخابات در ایران جریانی که شکست خورده نباید به تخریب دولت مستقر بپردازد و مانع به ثمر رسیدن اهداف دولت در مسیر توسعه شود. وی همچنین گفت کسانی که دیروز به سفارت عربستان حمله کردند امروز باید نسبت به چالش های کنونی کشور پاسخگو باشند ما خیانت دشمن را در کنار جهل و نادانی دوستان فراموش نخواهیم کرد وی همچنین در مورد نحوه رویکرد آمریکا گفت در شرایط کنونی آمریکا با سه استراتژی در حال تقابله با ایران و در رأس آن دولت آقای روحانی است استراتژی نخست فشار حداکثری اقتصادی است که به تعبیر دولت مردان آمریکا بیرحمانه ترین تحریمها را علیه ایران شکل داده است. دوم استراتژی فشار حداکثری سیاسی برای انزوای ایران در عرصه بین المللی است. سومین استراتژی نیز عملیات روانی برای ترغیب و تحریک مردم علیه نظام و اعتراضات احتمالی است. بی گفت نمیتوان دولت آقای روحانی را به تنهایی مسبب وضعیت موجود به شما آورد. این شرایط انتخابی نبوده بلکه به دولت تحمیل شده است به همین دلیل نیز باور دارم هر دولتی به جز دولت آقای روحانی بر سر کار بود به مراتب شرایط بدتری می داشت او در پایان می گوید که رادیکالیزم بسترهای سالم را تخریب می کند و با روی کرد غیر اخلاقی و غیر اقلانی در متن جامعه ایجاد تنش می کند رادیکالیزم توسعه ملی را نشانه گرفته و همواره بستر جامعه را برای حرکت روبه جلو بی نظم و آشفته می کند او در این حال میگوید که اصلاح بزرگترین فرصت ملی ما هستند و سرمایه سیاسی نظام به شمار می روند. و باید بپذیریم که نمیتوان کشور را با یک نوع تفکر جناح و گروه سیاسی اداره کرد معتقدم اصلاح طلبان قدرتمندترین جریان سیاسی کشور هستند اگر اصلاح طلبان از فرصت کافی و برابر برای حضور در صحنه برخوردار شوند تأثیر گذار خواهند بود در شرایط کنونی ما برای بقای سیاسی نیازمند نمایش وحدت سیاسی بین جریان های مختلف سیاسی هستیم. به گزارش CNN نتایج و اولیه ی انتخابات پارلمان اروپا نشانگر آن است که احزاب راست و چپ میانه که بر سیاست اروپا چیره بودند ممکن است اکثریت خود را از دست بدهند و در عوض حزب سبزها و افراطیهای های راست جایگاه خود را تقویت کنند. برابر گزارش های منتشر شده بر اساس نتایج اولیه ی انتخابات پارلمان اروپا شمار کرسی های احزاب راست افراطی به ویژه در فرانسه، ایتالیا و بلژیک افزایش یافته است. بر اساس پیش ها دو حزب میانه اصلی، حزب راست میانه و چپ میانه اکثریت خود را از دست خواهند داد و برای اولین بار کمتر از نیمی از کرسی ها را در اختیار خواهند داشت. اما با این وجود این دو جریان همچنان دو گروه پارلمانی اصلی در پارلمان را در دست خواهند داشت جریان سبز نیست در آلمان، ایرلند و فرانسه قدرت بیشتری به دست آوردند بر اساس پیشبینی ها احزاب سبز 18 کرسی اضافه به دست خواهند آورد در انگلیس هم با شمارش بخشی از آرا یک حزب تازه تاسیس برگزیت خروج از اتحادیه اروپا با یک ممیز 9 درصد آرا پیشتاز است. در فرانسه دو رقیب قبلی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور یعنی حزب افراطی اتحاد ملی به رهبری ماریان لوپن موفق شد حزب طرفدار امانوئل مکرون رئیس جمهوری را شکست دهد. شماره شرکت کنندگان در این انتخابات برای نخستین بار در تاریخ از زمان برگزاری اولین انتخابات اروپایی در سال 1979 افزایش یافته است. به گزارش رویترز سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی یک شب تمیم بن حمد آلسانی امیر قطر را برای شرکت در اجلاس اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس در مکه دعوت کرد. وزارت امور خارجه قطر گفته که شیخ تمیم نامه پادشاه عربستان را برای شرکت در این دو اجلاس که قرار است سیام می در مکه برگزار شود دریافت کرده است. پادشاه سعودی نیمه شب شنبه گذشته از سران کشورهای اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس دعوت کرد در جلسه اضطراری برای بررسی تنشهای اخیر در منطقه از جمله حمله به چهار نفتکش در آبهای امارات و حمله به تأسیسات نفتی عربستان شرکت کنند دعوت سلمان از امیر قطر پس از آن صورت می‌گیرد که روابط دو کشور از سال گذشته و به دنبال تحریم عربستان امارات مصر و بحرین همچنان تیره است و میانجیگری کشورهای مختلف در این خصوص بدون نتیجه بوده است. به گزارش رویترز لیندی گراهام سناتور با نفوذ جمهوریخواه آمریکایی در مصاحبه با فاکس نیوز اعلام کرد که با فروش سلاحهای آمریکایی به عربستان سعودی به شدت مخالف است گراهام دلیل مخالفتش را قتل نویسنده منتقد جمال خاشقجی عنوان کرده است لیندسی گراهام عربستان را اگرچه متحد آمریکا خواند اما ماجرای قتل خاشقجی را غیر قابل جبران عنوان کرد و بر همین اساس هر گونه فروش سلاح به ریاض را بر خلاف منافع آمریکا عنوان کرد اشاره این سناتور آمریکایی به ماجرای فروش سلاح به عربستان یک روز پس از آن صورت میگیرد که مایک پومپو با تایید وضعیت اضطراری ملی از سوی ترامپ از فروش 8 میلیارد دلار تسلیحات نظامی به عربستان و امارات خبر داد به گزارش رویترز استیو منوچین وزیر خزانهداری آمریکا در جلسه کنگره این کشور نسبت به روبرو شدن با بحران بدهی ها هشدار داد و گفت اگر سقف بدهی های دولت توسط کنگره افزایش نیابد بحران بدهی ها در اواخر تابستان آغاز می شود. در جلسه مذکور وزیر خزانهداری دولت ترامپ از نمایندگان کنگره خواست تا با بالا بردن سقف بدهی های دولت امکان استقراض بیشتر را فراهم آورند و در غیر این صورت روبرو شدن با یک بحران سخت بدهی ها بسیار محتمل خواهد بود نرخ رشد بدهی دولتی آمریکا در دوران حکومت دانلد ترامپ رکوردی بی سابقه زده است و طی دو سال اول ریاست جمهوری وی به سالانه یک تریلیون دلار رسیده است اقتصاددانان آمریکایی خاطر نشان می سازند که این روند افزایش پیدا خواهد کرد چون مخارج دولتی به هیچ شکلی کنترل نمی شود. کارشناسان مالی آمریکا ضمن هشدار درباره افزایش بی بدهی دولت فدرال اعلام کردند روند رو به رشد بدهی دولتی در آینده نزدیک وضعیت مالی و اقتصادی همه آمریکایی ها را مورد تهدید قرار خواهد داد. در این جلسه همچنین نمایندگان وزیر خزانه داری را به دلیل جنگ تجاری آمریکا و چین مورد انتقاد قرار دادند و گفتند که چنین سیاستی باعث گران شدن کالا در آمریکا شده است. بر اساس گزارش وزارت خزانه داری آمریکا، بدهی دولتی این کشور طی دو سال گذشته از 22 تریلیون دلار تجاوز کرده است. CNN دانلد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که به توکیو سفر کرده در نشست خبری مشترک با آب شینزو نخست وزیر ژاپن گفت در جریان مذاکرات صورت گرفته میان دو کشور قرار شده قراردادی برای فروش 105 فروند جنگنده F-35 به ژاپن منعقد شود این خرید ژاپن را در میان متحدان ایالات متحده به دارنده بزرگترین ناوگان F-35 تبدیل می کند. ارزش این قرارداد هنوز اعلام نشده اما در منابع عمومی قیمت هر فروند جنگنده ای اف 35 بین 90 تا 120 میلیون دلار برآورد شده است ترامپ در بخش دیگری از این نشست خبری گفت آمریکا و ژاپن قصد دارند برنامه تازه‌ای برای همکاری‌های نظامی آغاز کنند که هدف آن نخست سفر به ماه و سپس سفر به مریخ خواهد بود همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کاخ امپراتوری توکیو با ناروهیتو امپراتور جدید ژاپن و همسرش ملک ماساکو دیدار کرد. ترامپ نخستین مقام خارجی است که با امپراتور جدید ژاپن که اوایل ماه جاری سلطنت پدرش آکیهیتو را به ارث برد، ملاقات کرد. ترامپ شب گذشته در زیافت شامی که آب شینزون و وزیر ژاپن برگزار کرده بود از اقدام امپراتور سابق این کشور در استعفا از مقام خود که طی دویز سال گذشته بی سابقه بوده است تمجید کرد به گزارش رسانه ها کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین صاف پس از نشست مشورتی خود با صدور بیانیه حضور هر طرفی به نیابت از ملت فلسطین در نشست بحرین را رد و تاکید کرد معامله قرن چیزی جز طرحی آمریکایی برای اعلام قدس به عنوان پایتخت اسرائیل و به رسمیت شناختن حاکمیت آن بر جولان اشغالی سوریه نیست. به گزارش رسانه ها خلیفه هفتر فرمانده نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی در مصاحبه اعلام آتش بس در ترابلوس را رد کرد خلیفه هفتر گفت ما در دروازه های ترابلوس هستیم و به پیشروی ادامه خواهیم داد بازگشت به روند سیاسی مشروط به نابودی گروه های تروریستی و شبه نظامیان است مشکل ترابلوس امنیتی است و ما افراد مسلحی که خود را تسلیم کنند اف خواهیم کرد وی همچنین قسان سلامه فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لیبی را میانجی جانبدار توصیف و او را به تلاش برای تجزیه این کشور متهم کرد. واکنش ها همچنان به فروش اسلحه از سوی امریکا به عربستان سعودی ادامه دارد از جمله سناتور لینزی گراهام روز یک شنبه به شبکه فاکس نیوز گفت من با فروش اسلحه به عربستان مشکل دارم او اگرچه عربستان را متحد استراتژیک امریکا میداند اما با این همه میگوید عربستان و مشخصا پادشاه جوان این کشور محمد بن سلمان در قتل جمال خاشقچی دست داشته و بنابراین من از فروش اسلحه به عربستان حمایت نمی کنم. در سوی دیگر آزمایش موشکی کره شمالی اگرچه در این سو نگرانی های فراوانی را ایجاد کرده و برخی آن را اقدامی تحریک‌آمیز از سوی کره شمالی میدانند که میتواند روند گفتگوهای این کشور با امریکا را با مشکل مواجه کند اما با این همه پرزیدنت دونالد ترامپ میگوید از بابت تعهدی که کره شمالی در مذاکرات به او داده دلگرمی دارد دونالد ترامپ در توییت این آزمایش را آزمایش سلاح‌های کوچک دانست او میگوید به قولی که رئیس جمهور کره شمالی به او در این باره داده است اطمینان خاطر دارد اما نکته جالبه توجه در این توییت آقای ترامپ این است که او به دعوای لفظی رهبر کره شمالی با جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا هم واکنش نشان داده جو بایدن چند روز پیش رهبر کره شمالی را دیکتاتور خوانده بود متقابلا رهبر کره شمالی هم بایدن را فردی با بهره هوشی کم خطا کرده بود حالا اما دونالد ترامپ میگوید شاید این شکل تحقیر کردن بایدن از سوی رهبر کره شمالی پیامی برای من باشد جو بایدن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آینده در امریکا و از جناه دموکرات است دونالد ترامپ بارها او را جو خابالوت خطاب کرده بود و گفته بود که او شایسته صندلی ریاست جمهوری امریکا نیست این اظهار نظرها در حالی مطرح می شود که همچنان ادامه مذاکرات امریکا و کره شمالی در حال از ابهام قرار دارد با این همه دونالد ترامپ میگوید نسبت به از سرگیری آن خوشبین است و ما آخرین دوشنبه ماه می در امریکا روز یاد بود یا مموریال دی نامگذاری شده روزی برای پاسداشت کشته شدگان جنگ و سربازان هر ساله در چنین روزی مراسم های مختلفی در تمام شهرهای امریکا با هدف ادای احترام به سربازان جنگ برگزار می شود و هزاران امریکایی با حضور در چنین مراسمی یاد سربازان و شهروندان جان باخته امریکایی در جنگ را گرامی می دارن. یکی از هیجان انگیزترین بخش های این مراسم در شهر واشنگتن و در محل پنتاگون وزارت دفاع رژه موتورسواران است که طی چند دهه گذشته به نمادی از این مراسم سالانه تبدیل شده است رژه که عمدتا توسط کهن سربازان امریکایی سوار بر موتورسیکلت نمادین هالی دیویدسون و با عنوان قرش سایقه برگزار می شود و یکی از باش و کوه ترین صحنه های مراسم را برای بازدید کنندگان رقم میزند امسال ما این مراسم به نظر میرسد آخرین سال خود را طی خواهد کرد مسئولان شهری انجام این رژه موتورسواری را موجب مختل شدن برخی از خدمات شهری دانستند بنابراین فعلا پیشنهاد لغو این بخش از مراسم صورت گرفته هرچند دونالد ترامپ که به نظر میرسد مانند هزاران امریکایی دیگر دوستدار این مراسم است ابراز امیدواری کرده که همچنان این مراسم پابرجا باقی بماند و سال آینده نیز شهر واشنگتن شاهد آن باشد